سلام دوستان، محمد هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به بازیگرایی که تحصیل و رها کردن میپردازیم. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارشو بزنید. یکی از راه‌های ورود برای هر شغل داشتن تحصیلات مرتبط با اون حرفه است، اما این روال در عرصه هنر خیلی متغیره. بعضی از افراد تحصیلات هنری ندارن و از رشته‌های دیگه وارد این عرصه میشن. حتی بعضی از این هنرمندا ترجیح دادن وارد دانشگاه نشن و تجربه کاری رو آذوقه خودشون در این راه بکنن. در کشور ما که همه چیز با تحصیلات دانشگاهی گره خورده، شاید عجیب به نظر برسه کسی بدون ورود به دانشگاه یا رها کردن درس بتونه در زمینه هنری موفق باشه. ولی جالبه بدونید که نه فقط در ایران، بلکه در جهان هم از این دست از افراد زیاد یافت میشن. در ادامه این ویدیو از کانال یوتیوب باید بدانیم نگاهی به بازیگرایی داریم که کار کردن در زمینه هنری رو به ادامه تحصیل در دانشگاه ترجیح دادن. سحر قریشی. سحر قریشی متولد 6 دی 1366 در تهران بازیگره. ایشون اولین بار در سال 1388 در 20 سالگی از طریق یکی از آشنایان همسرش به ایشون پیشنهاد داده شد که تست بازیگری بدن. ایشون هم تست داد و برای فیلم لج و لجبازی قبول شد. اولین بار در سال 1383 وقتی 17 ساله بود با شخصی به نام مهران اخوان زاکر ازدواج کرد. اما این زندگی با شروع سریال دلنوازان در سال 88 به طلاق ختم شد. مهران اخوان زاکر در مورد تحصیلات سحر قریشی میگه: جالب اینه همسرم در مصاحبه هاش میگه دیپلم دارم. به من بگید ایشون از کدوم دبیرستان دیپلم گرفته؟ با این حساب خانم قریشی دارای مدرک سیکله. ترانه علی دوستی. ترانه علی دوستی متولد 22 دی 1362 در تهران بازیگره. پدرش حمید علی دوستی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و از مربیای کنونی فوتباله. مادرش هم نادره حکیم الهی سنگتراش و مجسمه سازه. در سال 1379 از طریق کلاس بازیگری امین تاروخ برای بازی در نقش ترانه پرنیان در فیلم من ترانه 15 سال دارم انتخاب شد. ایشون دیپلمه کامپیوتره و در مدرسه رشته تجربی خونده. مهناز افشار. مهناز افشار متولد 21 خرداد 1356 در تهران بازیگره. ایشون از طریق شمسی فضل اللهی اولین بار در سال 1377 برای بازی در سریال گم شده معرفی شد تا برای اولین بار و آخرین بار در تلویزیون جلوی دوربین بره. ایشون دیپلمه تجربیه و بعد از گرفتن دیپلم علاقه داشت معماری بخونه، اما در رشته تربیت بدنی دانشگاه سراسری قبول شد، اما به دانشگاه نرفت. هدیه تهرانی. هدیه تهرانی متولد 4 تیر 1351 در تهران بازیگر سینما، عکاس و فعال اجتماعی. پدرش رضا تهرانی مکانیک و مادرش خانم میرزایی هر دو بزرگ شده و ساکن گرگان هستند و تنها یک خواهر بزرگتر از خودش به نام هیلدا داره. در سال 1375 وقتی 24 ساله بود برای اولین بار در فیلم سلطان مسعود کیمیایی جلوی دوربین رفت. در دهه 80 مجله همشهری با بررسی فروش فیلم‌ها هدیه تهرانی رو بعد از مهناز افشار به عنوان دومین بازیگر زن پولساز سینما معرفی کرد. خانم تهرانی تحصیل کرده مقطع دیپلمه. باران کوسری. باران کوسری متولد 25 مهر 1364 در تهران بازیگر سینما و تلویزیونه. پدرش جهانگیر کوسری تهیه کننده و گزارشگر فوتبال و مادرش رخشان بنی اعتماد کارگردان و فیلم نام نویسه و تنها یک برادر بزرگتر از خودش به نام تندیس داره. به واسطه مادرش در سال 1370 وقتی تنها 6 سال داشت با فیلم بهترین بابای دنیا جلوی دوربین رفت و چند ماه بعد در فیلم نرگس به کارگردانی مادرش هم بازی کرد. باران اولین بار در سال 1385 دیپلم افتخار بهترین نقش آفرینی و سیمرغ بلورین نقش اول زن رو از جشنواره فیلم فجر برای فیلم‌های خونبازی و روز سوم گرفت.
در سال 1393 بار دیگه برای فیلم کوچه بینام سیمرغ نقش اول زن رو به دست آورد. ایشون دیپلمه نمایش هنرستان سوره و دانشجوی انصرافی رشته جامعه شناسیه. رامبد جوان. رامبد جوان متولد 1 دی 1350 در تهران، بازیگر و مجریه. خانوادش اصالتاً اهل تبریز و ترک زبان هستند. تا به حال 3 بار ازدواج کرده و 2 بار طلاق گرفته. با معرفی فرهاد جم، رامبد جوان در 1 اپیزود از سریال همسران بازی کرد. سپس بیژن بیرنگ کارگردان از بازی ایشون خوشش اومد و از ایشون برای بازی در خانه سبز کنار خسرو شکیبایی در سال 1375 دعوت کرد. ایشون سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو در 31مین جشنواره فیلم فجر برای فیلم گناهکاران از آن خودش کرد. آقای جوان تحصیلات خودش رو تا دیپلم بیشتر ادامه نداده. شهاب حسینی. شهاب حسینی متولد 14 بهمن 1352 در تهران، بازیگر، مجری و گوینده است. سید شهاب الدین حسینی تونکابونی، همونطور که از اسم خانوادگیش مشخصه، اهل تونکابون مازندرانه و 1 برادر به نام سید مهدی و 2 خواهر داره. با فیلم رخساره سال 1380 وارد پرده سینما شد تا اینکه سال 1387 سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول رو برای بازی در فیلم سوپر استار گرفت. در عرصه بین المللی هم از سال 1389 برای بازی در فیلم جدایی نادر از سیمین برنده خرس نقره‌ای از جشنواره فیلم برلین شد. اما اوج افتخار ایشون گرفتن جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم کن برای بازی در فیلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی در سال 1394 بود. ایشون دیپلم رشته انسانی داره و دانشجوی انصرافی رشته روانشناسی دانشگاه تهرانه. امین حیایی. امین حیایی متولد 19 خرداد 1349 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیونه. سال 1370 در 21 سالگی زمانی که بازیگر تئاتر کودکان بود، توجه سریا قاسمی رو جلب کرد و همون سال توسط ایشون به فیلم دو همسفر معرفی شد. امین حیایی تا دیپلم ریاضی فیزیک مدرک داره و دانشجوی انصرافی رشته کامپیوتره. سام درخشانی. سام درخشانی متولد 31 تیر 1354 در تهران، بازیگره. پدر مرحومش مغازه‌دار و مادرش خانه‌دار بود. 1 برادر به نام شهریار و 1 خواهر نقاش داره. ایشون در سال 78 برای اولین بار در سریال شب زدگان جلوی دوربین رفت. ایشون دیپلم علوم تجربی و دانشجوی انصرافی رشته تئاتره. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه های ما علاقه مندید، میتونید از زیر همین ویدیو از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما باخبر بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.